گرمی های فکر 104، مرگ بر هیچ کس. اگر آدم شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بدهد، به خاطر خب نفرتی که به جمهوری اسلامی داره و این نفرت طبیعی هم هست، ولی همان گونه که بارها گفتم هیچ نفرتی موجه نیست، یعنی طبیعی بودن به این معنا نیست، یعنی یه نفرت رو موجه نمی کنه. برای اینکه طبیعی بودن مغایر دخالت ذهن و آگاهی آدم توی چیزهای طبیعیه که تا حد معینی آدم هرچی میتونه در اونها یعنی تغییر بده و هرچی معرفت و شناختش بیشتر باشه، آدم بیشتر میتونه در چیزهای طبیعی که جبر خودشون رو اعمال میکنن به آدم، در اونها یک تغییرات معینی به وجود بیاره و چیزه. و الا اگر اینجور نمی بود که خب رابطه اینتر سوبژکتیو اصلا مختل میشد و اصلا آزادی، فلسفه آزادی خواهی اهمیتش رو و قدرش رو و ارزشش رو از دست میداد. بعد وقتی که آدم یک گزاره درست میکنه و توی اون گزاره میگه مرگ بر، دیگه بقیهش مهم نیست که چیه، یعنی مرگ بر خودش یه روانشناسی داره که نفرت وقتی آدم میبرزه قبل از اینکه به اون طرف مقابل آسیب بزنه درون خود آدم رو تخریب میکنه و آدم متوجه نیست. و به این خاطره که یک بار در نوشته ای از قول میران کندرا عرض کردم که نفرت یه دامه و آدم وقتی میره نفرت ببرزه به دام نفرت میفته و دیگه با دشمنش یه چیز مشترکی پیدا میکنه، یعنی زمینه مشترکی پیدا میکنه. این زمینه مشترک نافیه و مزاحم و مخل مبارزه انسان برای آزادی است. این یه چیزیه که باید بهش توجه کرد. بعد این تخلیه روانی که مرگ میکنه، این آرزوی مرگ، خواستن مرگ، اصلا یه ریشه مذهبی داره و همون نفرینه، هیچ فرق اساسی با نفرین نداره. و این جالبه که خیلی از اونایی که شعار مرگ برمیدن به اصطلاح خیلی حالت چیز رسانتیمان ضد مذهبی، همونجوری که سالهاست این رو گفتم و بر این سالهاست بر این رسانتیمان ضد مذهبی و زیانهاش تأکید کردم، این چیزه، یعنی مرگ بر این یه حالت مذهبی شدیدیه که افراط مذهبیه که حتی با ظاهر افراطی مخالفات با مذهب منتفی نمیشه و برای آدمای آگاه پنهان نمیشه. یعنی این چیزه، این حالت نفرین و این بدخواهی ذاتگرایانه شعار مرگ بر نمیتونه مخفی بکنه اون افراد نفرت مذهبی رو، افراد در نفرت مذهبی و صلیبی رو که بارها تو تاریخ ما شاهدش بودیم. این چیزیه که تو شعارهامون، تو تظاهراتامون، تو اینجا باید بهش دقت بکنیم که، و من بارها گفتم ما به تنها چیزی که احتیاج نداریم برای پایین آوردن جمهوری اسلامی نفرت و شعار مرگ بر و چند تا نقطه دیگه تجلی این نفرت. و یعنی وقتی، یعنی یک این روانشناسی تخلیه یعنی انتلیرونگ، به آلمانی انتلیرونگ یعنی یک حالت توده‌ایه که توده ها وقتی میان شعار مرگ بر میدهند، که حالا فرقی واقعا نمی کنه که مرگ بر چه چیزی، از اون شعار مرگ بره که
تخلیه میشن، تخلیه روحی پیدا میکنن و رهبران عوام فریب مذهبی افراطی و ایدئولوژیک از این تخلیه روحی توده ها استفاده میکنن برای اینکه اونها رو به هیجان بیارن، بعد تخلیهشون بکنن و دوباره به هیجانشون بیارن و این توده ها رو از طریق این انتقال از هیجان دائمی به تخلیه دائمی اداره بکنن. و من در یکی از گرمی های فکرم گفتم و این رهبرانی از این قبیل که با این هیجان و تخلیه، جا به جایی هیجان و تخلیه توده ها رو اداره می کنن، به تدریج خودشون همین جوری در این روند جا به جا شدن هیجان و تخلیه قرار می گیرن و از این طریق خودشون بعدن توسط توده ها اداره می کنن.